خدا نکنه نفاق در قلب من و تو نقطه سیاه و کورشو بزنه. دیگه گناه کبیره عادت میشه، از لذت تبدیل به عادت میشه، مثل پشه‌ای میشه که رو بینی انسان نشسته. اینطوری سبک تلقی میکنی. خالص باشه، ترک گناه، اظهار نفرت، ندامت، پشیمانی. چهار، تصمیم قطعی بگیره تحت هیچ شرایطی. اگر گناه مساعدتر شد، موقعیت بهتر از قبل اوکی شد، بر نگرده. خیلی از زنهای هنرپیشه، بازیگر سینما، تلویزیون، فیلمهای مبتذل بعد از 60 سال بازیگری و ابتذال به درگاه خدا توبه کردن. وقتی توبه کردن، مغرضین فیلم هایی که اونها بازی کرده بودن بیشتر پخش میکردن. به یک عزیزی یک مدتی سر عروسی ها میرقصید، بهش گفتن حالا ملا شدید، حالا متوا شدید. یادت رفته چطوری سینه به سینه ساز میرقصیدید، چمدان عروس رو سرت میگذاشتید؟ خودش میگه گوشم رو گرفتم جلوشون، گفتم توبه نصوح، خدا یکیست دو نمیشه، من قبلا نمیفهمیدم، دیگه بر نمیگردم. پنجم، این که توبه در وقت باشه. وقت دو تا وقته، وقت عام و وقت خاص. وقت عام این که خورشید از مغرب طلوع بکنه، در توبه بسته میشه. وقت خاص، عجل هر انسانی، وقتی که از نافش این روحش کم کم بالا آمد، رسید به این قفسه سینهش، بعد رسید به حلقومش و دچار غرغره شد، دیگه در توبه تو صورت اون بسته شده. وقتی که روح به حلقوم رسید و به درجه غرغره رسید، در توبه تو صورت اون شخص بسته شده، وقتش تمامه. دیگه چشمش به یک جا خیره میشه، فرشتگانو میبینه، پرده بلند میشه، چون دیگه در توبه بسته شده. دیگه هر کسی تو اون لحظه توبه میکنه، ولی خیلی ها نمیتونن تو غرغره هم توبه بکنه. و شرط شیشم، اگر حق الناس باشه، باید هم حلالی بطلبه و هم رد مظالم بکنه. اگر قبل از این که حلالی بطلبه، اون طلبکارش فوت کرد، این پریشان میشه. حالا باید چه کار بکنه؟ نیست. امروز فردا روش نمیشد. شیطان نمیذاره تا این که طرف فوت کرد. حالا دیوانه شده، شیدا شده، حالا کجا پیداش کنه؟ حق الناس رفت، برو خدمت خانوادش کن، بعد از هر نماز براش دعا بکن، اونقدر گریه و زاری بکن، خدا رو از خودت راضی بکن و از خدا التماس کن خدایا تو اونو در دشت محشر از من راضی بکن، از خزانه خودت بهش بده راضیش بکن، من فرصت نکردم، از دستم رفت. کاملترین استغفار سید الاستغفاری بود که آقا سید گفت، چون چند تا اعتراف درشه: اعتراف به عبودیت و بندگی، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، اعتراف به گناه ها، اعتراف به نعمت ها. اللهم انت ربی، زمزمه بکن، اللهم انت ربی، بگو با هم بگیم، اللهم انت ربی، لا اله الا انت، خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک
ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هر کسی اول هر روز بگه، اگر در اون روز فوت کرد بهشتیه، و هر کسی اول هر شب بگه در اون شب فوت کرد بهشتیه. برادران و خواهران عزیز، امروز ما جمع شدیم با رعایت پروتکل بهداشتی، با رعایت فاصله گذاری برای نماز باران و استسقا، در خدمت برادر و سرور عزیزمون هستیم برای و دیگر عزیزان برای نماز و برای ایراد خطبه. جا داره که تشکر بکنم بعد از الله از همه دستندرکاران، بانیان این برنامه خیلی ارزشمند و گرانبها، در رأسشون مجتمع علوم دینی صدرالاسلام بندر خمیر، نهاد اجتماعی، و همچنین بزرگان و جوانان، برادران و خواهران این منطقه که سنگ تمام گذاشتن و تعدادشون خیلیه، شاید اگر اسم ببرم عزیزی از قلم بیفته، واقعا سنگ تمام گذاشتن، این فضا رو آماده کردن برای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه. جا داره یک دعایی هم بکنیم برای آرامش این خواهر عزیزمون که در فاصله خیلی کوتاه دو تا از فرزندانش رو در تصادف از دست دادن. به اسم خواهرمون کلثوم تقاضای دعا دارن که خدا بهشون آرامش بده. همه دعا بکنید که خدا قلب این خواهر عزیزمون را آرام بکنه و راضی به رضای خدا بشه، و این دوتا طفل معصومشون